عرض شود که نکته اول فرمایشتون کاملا وارده. این ماشین احتیاج به سوخت فکری داره. شما باید هر چند وقتی، بلکه به طور مداوم، مسئله آموزش تئوریک توی جامعه بایستی جدی گرفته بشه. تعلیم و تربیت باید جواب داد. بس که من دیروز عرض کردم، حضرت امیر تو خط مقدم نبرد و جبهه میاد، طرف ازش سوال میکنه، سوال نظری، حالا یا اون طرف که سوال بیشتر جنایی و سیاسی پرسید، امام جواب داد چرا میجنگیم با هم دیگه، امام گفت بگید دلایل. یه کسی دیگه آمد وسط درگیری از حضرت امیر راجع به توحید سوال کرد، یک همرزمش اونجا بود گفت بابا وقتی آوردی وسط جنگ، الان معلومه کی امشب شهیده کی زنده است، درگیری از توحید سوالات کلامی و تئوریک و اینا میام بپرسی. حضرت امیر فرمودن نه باید بپرسه، ما برای کی داریم؟ برای توحید میجنگیم. حضرت امیر فرمودن ما داریم برای توحید میجنگیم، باید سوال کنه. این مسئله متاسفانه تغافل شد. کار توی قضیه واقعا ما باید یه آسیب شناسی جدی بکنیم. اصلا یه 7-8-10-15 سال گذشت برای انقلاب که اصلا سکوت رادیویی برقرار شد از نظر کار فکری و نظری، در حالی که یک جامعه رو حتی بچه مسلموناش، اونا که انقلابیان، در مسائل مختلف باید به سوالات جواب داد، باید حرف تازه آورد، اجتهاد کرد. جامعه ای که جمود فکری درش حاکم بشه، یعنی اینو شما بدونیم یه سیکلی بسته ای داریم که اگر یه طرفش تهجر و جمود آمد، بلافاصله اون طرفش چی میاد؟ انحراف، التقاط و بدعت گذاری. اگه اجتهاد نکنی، تولید اندیشه و فکر نکنی، به سوالات جواب ندی، به طور فعال و صادقانه با افکار عمومی و افکار خصوصی برخورد نکنی، یعنی راکت بشه فضای فکری، اینجوری نیست که بگی خب الان ما حرف حساب نمیزنیم، جلوی حرفای ناحساب هم میگیریم سر به سر. این نیست. اگه شما حرف صحیح تولید نکنی و نگی، حرف ناحساب مثل علف هرزه میگیره فضا رو و محیط رو، چنان که دیدیم اینجوریه که یک انقلاب ممکنه اگر مراقبت ازش نکنی از دست بره، واقعا اینجوریه. اما این که میگید چرا هنوز سوال هست، این که طبیعیه، سوال همیشه هست، باید هم باشه، باید جوابشو داد. ولایت فقیه هم یه نظریه جدید تو دنیا راجع به تمام این نظریات همینطور چیز دارن ترجمه میکنن. این بحثای غربی همش داره ترجمه میشه، کار مهمی نمیکنی. کنار زرادخانه غرب ایستادی با 400 سال سابقه کار، هی داری ترجمه میکنی که هنری نیست. هنر تولید فکر جدیده. ولایت فقیه یه تئوری جدیده در دنیا. جمهوری اسلامی یا مردم سالاری دینی واقعا یه نظریه جدیده. این نظریه باید کار بشه. برای مزخرف‌ترین حرفات تو دنیا صدها رساله، هزاران مقاله کار تولیدی میشه الان در دنیا، نونش هم دارن میخورن. غرب تولید میکنه مطلب، کارخانه ای که فعال داره تولید میکنه، معلومه که به نتیجهش میرسه. ولی شما بهترین حرفا رو داشته باش، بهترین نظریات رو، ولی کار نکن، تولید نکن، همینجوری بشین نگاه کن. آقا ما توی تو زیر زمینمون ما یک منبع داریم، خیلی زیر زمینای ما چه منابعیه. خب ما شما هم توی قضیه باید احساس مسئولیت کنید. ببینید شما دیگه مثل جوجه ای که نشسته تو لانه‌ش و باید مادرش بیاد تو دهنش غذا بذاره، فقط دهنش باز نگه داره، که نباید باشه. شما باید بلند شید بیاید بیرون، دنبال کار، دنبال فکر. باید یک نهضت کتابخانی و مطالعات اسلامی دوباره راه بیفته. اینکه تو خونه اون بشینه بگیم آقا شبهات ولایت فقیه و سوالات راجع به ولایت فقیه هست هنوز حل نشده، خب کی باید حلش کنه؟ شما یکیش خودته که باید بری بپرسی، بخونی، سوال کنی، فکر کنی. اینکه ایشان میگه که هر چی بگیم تو دانشگاه زود یه مارکی بهمون میچسبونن و جزمیت های وجود، اینم درسته، همیشه اینجوری بوده، همیشه هم خواهد بود. اگه شما از برچسب بترسی که باید هم فقط گوشه خونت بشینی و یه لحافی هم دورت بگیری و سرت ببری زیر لحاف، از برچسب نترسید، از خودتون بترسید. یعنی ای که فکر نشده، مطالعه نشده، موضع بگیریم، فکر تصمیم بگیریم. مشکل ما اگر شما سرمایه گذاری کنید برای خودتون، اول شما بگم بیشتر از همه خودتون رو جدی بگیریم، خودتون رو دریابید. آقا ما 40 سال از عمر ما گذشت، کسی ما رو هدایت نیامد بکنه. ما نشستیم، هرچی نشستیم تو خونه تو دانشگاه، نه که کسی نیامد منو هدایت کنه دیگه، من مسئول. مگه باید بیان هدایتت بکنه؟ اونا باید بیان، البته باید بیان، ولی شما خودت توی قضیه مسئولی. مثل مریضی که تو خونش بشینه بگه طبیب نیامد بالا سرم، خب او باید بیاد، ولی اگه نیامد چی؟ اگر شما مبانی فکری و مطالعاتتون ان شاء الله تقویت بکنید، روش سرمایه‌گذاری بکنید، همو علم و تقوا که شرط اصلی رشد ماست، بعد دیگه از برچسب و اینا نترسید. شما هر کار بکنی برچسب شما میزنه، هر کار بکنی.
آدم مؤدبی باشی برچسبه، آدم بی ادبی باشی میخوری، درس خون باشی میخوری، درس نخون باشی میخوری، هر کار بکنی یک عده پشت سرت چیزی میگن. شما اصلا نباید برنامه‌ت رو گره بزنی به زبون این و اون، شما باید مسیرت خودت تشخیص بدی و بری جلو.